بر بالا، اون بالا رو نوار. آره بزن همکوک دات آی آر. خب یه سب کن. آها حالا اون بالا صفحه سمت راست زده ورود، اونو بزن. اگه چیز نشدی ثبت نام نکردی اون بغلش رو بزن ثبت نام. آره آره حل شد. خیر کار نداری؟ خدافظ. ضبطه مثل این که خب بچه سلام، چطورید؟ خوبید؟ احوالتون میزونه. من لشکرشکن هستم از استودیو صداهای همراه، با پادکست چمدون در خدمت شما هستیم. بله یکی از دوستان تماس گرفته بود، میخواست بپرسه ماجرای این چمدون چیه و چطور باید توش ثبت نام کنیم. دیگه منم پاسخگو بودم، عذرخواهی میکنم دیگه قد نکردم، چون هم صدا بردار هم گوینده خودم هستم، اون بر ریکوردو میزنم دیگه، این بر کارا داره خودش انجام میشه اتومات. خب تا کجا بودیم؟ رسیدیم این که کافه ناردون هم دیده بودیم. بعد الان صبح روز دوم ما، شب رفتیم تو هتل خوابیدیم. هتل چی بود؟ اسمش هتل ملت. البته هتل که نبود، جزء هتل مجموعه هتل ها بود، ولی مهمان سرا بود. جاتون خالی الان اینجا من یه میکس عرق فکر میکنم بهار نارنج با خاک شیر قاطی کردم دارم میخورم. البته عرق بیتکاسنی هم توش داره که به شدت خونکه و تو این هوا میچسبه. تبتون اگر گرمه اینو بزنید که یکم معتدل بشید و از این گرمای در بیاید. خلاصه جدای از این بحثای علمی، میخوام الان براتون بگم که صبحونه های خوشمزه است به جز پناهنده که عدسی خوشمزه داره با اون گوشت خوشمزه قرمش، چه چیزهای دیگه ای هم هستش. خب پلی کنیم اولین جایی که رفتیم و صفایی شروع کردم. تو که ببینید هتل خیلی سنتیه، خیلی با صفاست. اینجا هرکی میاد بهش میگن صفا باشد. آره اینجا چون صفایی هست همه به هم میگن صفا باشد. ماجرا چیه؟ هتل صفایی توی یکی از مناطق بالا شهر یزد هستش و بله خب میگه ثبت نامش رو انجام دادش. مرسی. خب اینم از این. خب بریم سراغ این که بله هتل صفایی هتل با صفایی واقعا. در دیوار سفیده و طرح‌های قدیمی. گفتم توی منطقه بالا شهری هست که ما فهمیدیم محل دوردور جوانای یزدیه. اونایی که میخوان برن دوردور میرن تو صفایی دوردور میکنن. اگه ماشین دارید جوان هستید میتونید تو صفایی دوردور هم میکنن. البته یه بلواره، بلوار دانشجو بهش میگفتن، یه دانشگاه هم مثل این که داره اون اطراف. و خلاصه خیلی این بلواره تا برسه به صفایی خیلی با صفاست و خلاصه دیگه خودتون باید برید ببینید. و اما ماجرا چیه که ما رفتیم هتل صفایی؟ صبحونه هایی که هتل صفایی داره خاصیتی داره عجیب شگفتناک و باعث میشه ما مهلک باشه برای ما ایرانی ها. چرا میگم مهلک باشه؟ یک چیزهای عجیب و غریبی ما دیدیم، به خدا حال آدم بد میشه. بابا نابود نکنید خودتون، ارزش نداره. یعنی میگم میپرسید چیه، چرا دارم قرم میزنم، نیغ میزنم، از چی دارم مینالم، حقم دارم بنالم، ماجرا چیه؟ یک سری از هتل ها هستن که صبحونه روشونه و یک سری هتل ها هستن که به صورت سلف سرویس شما میرید اونجا، مثلا یه پولی میدید و به ازای اون پولی که دادید خب هر چقدر که دوست دارید صبحونه میخورید. ورودی هتل برای صبحونه 80,000 تومان بود، یعنی نفری 80 میگرفتن از ما که دستگاه کارتخونش هم خراب بود. من گفتم مسعود بیخیالش بذار بپیچونی، گفت نه با بیخیال چون اونم فکر کرد من جدی دارم میگم. بعد آقای دنبال ما میگشت گفت آقا بیا اینجا برات بکشم، کارتو کشیده بود مثل اینکه کارت نکشیده بود. خلاصش ما رفتیم نشستیم و همه چی هم اونجا وجود داره برای خوردن، از تخم مرغ آپز، نیمرو، املت، سیب زمینی سرخ کرده، کالباس تنوری با پنیر پیتزا. این یک بخش کار هست. یه بخش کار هم هستش که البته نون توست هم کنار اینا بودش، چای و شیر داغ و چای شیر داغ آبجوش همه این ور بود، این سمتی که سوسیس کالباس اینا هم بودش. و در سمت بعدی غذاهای صبونه های سنتی بود. چیا بود؟ عسل بود، خامه بود، مربا بود، حلورده بود، نونوایی هم بین این دوتایی بود که من دارم میگم، یعنی اون
مدرن و این سنتیه، وسطش یه نونوایی هم زده بود که نون تازه میداد، خیلی هم خوشمزه بود، خیلی هم چسبید جاتون خالی. خلاصه تو اون سمت سنتیش خورما پیدا میشه، ارده پیدا میشه، حلورده پیدا میشه، حتی غذا برای کودکان هم داره که شیر میریزی، کورنفلکس هم میاد و میخوای. خب از هر کدوم میتونی تعداد و مقدار زیادی برداری. این هرس زدن ما ایرانی ها تو خوردن صبونه و حروم کردن یک صبونه ای که سه نفر دیگه هم میتونن بخوره برای من خیلی عجیب بود. از این حیث خیلی من حالم گرفته شد که آخه واسه چی وقتی خودت نمیخوری اینقدر داری صبونه میکشی؟ و حال آدم بد میشه دیگه. با اینکه مثلا خودمونم سعی میکنیم رعایت کنیم، ولی یه مقدار مثلا من حل وردم اضافه اومد دیگه. ما یه طور خوردیم که ساعت 5 بعد از ظهر تقریبا میشد گفت که ناهار رو شروع کردیم، یک ساعت ما داشتیم صبونه میخوریم، البته گپ میزدیم، خب مردم رو میدیدیم. به هر حال جذاب بود که از سراسر ایران اومده بودن اونجا و با لهجه ها و بیان، البته اغلبی که من دیدم برای کرج بودن، کم و بیش تهرانم دیدم، توی ترمینال بچه های چابهار و بلوچی هم دیدم، ولی نه بیشتر برای تهران کرج بودم. این هتلی هم که توش دارم براتون تعریف میکنم خیلی حروم شد صبحونه ها، برام خیلی عجیب بود، خیلی دردناک بود واقعا. که مسعود برگشت گفتش که گفت علی نگاه کن این غذا برای چند نفره، چند نفر رو میتونه سیر کنه. حیف، حیف که مدیریت نیست و حیف که هیچ تربیتی ما نشدیم تو این زمینه. نمیگم همه اینطوری بودن، ولی اغلب میزها پر از ظرفهایی بود که غذا هست و به ناچار مجبور بود اون آقایی که مدیریت میکرد سالونو بگی که بچه ها بیان میز رو تمیز کنن و متاسفانه غذاهای سالم، یک پرس غذای سالم دور ریخته میشد و این اعصاب آدم رو با هم میریخت. خلاصه هتل صفایی سرو سرویس داره و شما میتونید به میزانی که دلتون میخواد دوست دارید غذا رو بکشید تو سینی و تو ظرف خودتون و هر چقدر که دوست دارید بخورید، خواستید اسراف کنید، اصلا هر کاری دلتون خواست بکنید، که خیلی حال آدم رو بد کرد. یعنی اون صبح به ما نشون داد که وای اگر کاه از خودت نیست یه کاهدون که از خودته. یعنی اینو اونطور صرف نکنید که من آقا به میزان خودم میخوام. من میگم که اصلا اصلا من هم ریخته سر این موضوع، تمرکزم روی اینه که چرا آخه وقتی میتونی دو نفر دیگر هم با این سیر کنی یه طوری غذا میکشی که خودت هم نابود کنی و فکر میکنی مثلا هرس میزنی، طمع داری و ولش کن. خلاصش یه صبونه خیلی خوشمزه خوردیم، انصافا صبونهش نامبر وان بود. البته خب این دوستمونم ثبت نام کرد، بله ببخشید بچه ها من اینو گذاشتم دیگه، منتظرم بچه ها تو همکوک ثبت نام کنن. خیلی ها بسر این پادکست رو شنیدن و تون تون دارن ثبت نام میکنن و ما یک سری دیباگ هست که روی سایت داریم انجام میدیم، نمیتونم آفلاین بشم و از اون طرفم بسیار دوست داشتم پادکست رو ثبت کنم، دیگه مجبوری سریع اومدم رو کارو، تون تون دارم براتون صحبت میکنم که بجز هتل صفایی هتل داد هم بود. هتل داد یکی از هتل های مدرن قدیم است، فیوژنه، میشه گفت تلفیقیه، بسیار بافت قدیمی داره ولی توش غذاهای مختلفی سرو میشه. خب الان ورودی هتل صفایی 80 تومنه، ورودی هتل داد برای صبحونه فقط 122 تومنه که من دیدم حلیم هست، آبگوش هست و خیلی موارد دیگه، مثل اینکه به خاطر تنوع غذاییش قیمت رو بالاتر بردن. این هم یه مدلشه که من جلوتر درباره هتل داد بیشتر صحبت میکنم. ببینیم بعدیش چیه. بعد هتل صفایی خود اون منظره‌ای که توش میشینی و صبونه میخوری خیلی قشنگه. تا ساعت 11:30 هم صبونه داره. قشنگ بودنش به خاطر اینه که تابلوهای قدیمی شاهنامه وار و سنتی مثل این کتاب سعدی هست، گلستان سعدی رو باز میکنه، مثلا نقاشی هایی که روش هست و در ابعاد بسیار بزرگ، شاید 2 متر عرضش، ارتفاع 1.5 یا 3 متر عرض و ارتفاع 1.5 اینو کشیدن مستطیل شکل و دور تا دور محیط گذاشتن، که من گفتم تو ویدیوهایی که توی
آپارات آپلود میکنم، قشنگ میتونید اینا رو ببینید. جذابیت خودشو داره، پیشنهاد میکنم حتی اگر نخواستید صبحونه بخوری یه دور توی هتلش بزنید، جذاب قشنگه. خب ببینم، بعد تخت داره، یعنی به صورت به این صورت هست که صندلی تکی نیست، صندلی های تختی هستش که مثلا سه نفر کنار هم میشه، نه تختایی که مثل تو قهوه خونه هست و خیلی شلوغ و بی‌نظمه. خیلی خوشگل با رنگای توسی و گلیم و جاجیم روی میز انداختن، خیلی مرتب و گفتم شهر یزد از نظر نظافت واقعا عالیه، دمشون گرم که اینقدر رعایت میکنن. خب صدا هم که میشنوید بچه های اون خانواده ها هستن و گفتم نظافت هم که بسیار عالیه. مسعود هم جده واسه میدون مارکاره قرار هست بریم میدون مارکار. میدون مارکار میدونی هست در مرکز ایران، یعنی اگه میخوای مرکز ایران رو بدونی کجاست، میدون مارکار یزد رو ببین. ما دور مرکز ایران چند دور هم چرخیدیم، عکس گرفتیم، ویدیو گرفتیم و الان هم که به صورت پادکست داریم بهتون میگیم حتما برید ببینید. دورش یه دونه کیک فروشی هست که مسعود گیر داده، گفته ما که اومدیم این دراز بد قواره رو ببینیم، حالا بریم مثلا اون چیزام ببینیم، اون شیرینی‌فای گیر داده. گفتم تو الان تا خرخره خوردی دیگه، چه جوری می‌خوای بری اونجا؟ گفت نه بریم، اون گیر داده بود ول نمی‌کرد. خلاص دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خش خش باشه، ما هر روز با ما رو سر کار داریم. امروز هم که اومدیم میدون مارکار، میگن که مرکز ایرانه. ببینید این میدون مارکار، میدون مارکار بعد از این سمت هم میره به سمت آتشکده زردوشتیان عزیز که اون برم جذابیت خودشو داره. آره اون برم میگم بریم ببینیم داخلشو چی گرفته. اگر اینجا مرکز ایران باشه، خب اینم که براتون گفتم توضیح دادم. و بعد از مارکار ما رفتیم سمت آتشکده زرتشتیان که خیلی جذابه، پیشتر میکنم حتما برید. البته قدیم ورودی نداشت، الان ورودی داره، نفری 15 تومان میگیرن، تخفیف هم بهش عنوان نمیدن. با اینکه ورودی ها هیچ کدوم تخفیف نداره، ولی ما چند جا رو تخفیف گرفتیم ازش، گفتیم بابا مهمونی، مهمون صفا داره تخفیف بده. بعد اصلا یه سری تخفیف داد، ما خودمون تعجب کردیم جدی تخفیف دادی؟ بعد بله تخفیف هم گرفتن و خیلی جذابه که ما تو صفی بودیم به خاطر اینکه آفتاب تو سر مردم نخوره، گونی کشیده بودن، گونی های مرطوب کشیده بودن روی سرمون و ما زیر گونی ها به صورت دالانوار حرکت میکنیم. کنار دیوار ها هم شمدونی کاشته بودن، یعنی این گلدون هایی که رو دیوار نصب میشه اونا زده بودن توش، خاک ریخته بودن و شمدونی کاشته بودن. هم بوی خوبی، حالا شمدونی بوی خاصی نداره ولی یه عطر رطوبت خاصی تو هوا بود که خوشبو بودش، که بعد جلوتر فهمیدیم علتش چی. اول فکر کردیم برای این شمدونی هاست، اون شمدونی بو نداشت و اینا. بعد صف هم طوری نیستش که حرکت نکنه، سریع تون تون بلیت میخردن میرفتن. آتشگاه زرتشتیان یا آتشکده زرتشتیان جایی که برای عبادت میان و میان یه سری مناسک رو انجام میدن، مثل مسجد. البته روی آتشکده رو میتونن مردم بینن، یعنی چی روشو؟ یه دالان درست کردن، یک مسیر طی کردن که توی این مسیر اونایی که میان میخوان بازدید کنن از اون مسیر رد میشن و دو تا در بزرگ کنار آتشگاه تو اون مجمری که آتش قرار داره وجود داره و البته آتش پشت شیشه است و این درها باز میشه برای خود معبدان و افرادی که اونجا میان برای عبادت. و خب راهنماهای گردشگری توی این مناطق زیاد هستن و اگر درست ازشون استفاده کنید میتونید خیلی جاها رو ببینید که من الان آوردم، که علاوه بر این که یک سری توضیحات رو درباره فروهر بهمون میدن که اون معبدی که تو پیر انارکی بودن برای ما توضیح داد و همون توضیحات بودن که ایشون هم داد و البته اصرار داشت که توضیح ما فرق میکنه، گفتیم حالا بگو. و خب این بودش. کنارش سوالهای دیگری هم پرسیدیم،
که من همه رو استوری کردم و الان براتون پلی میکنم تا گوش بدید. اینا چجوری روشن نگه میداشتن؟ کیا روشن نگه میداشتن؟ نگهبان آتش هیربود. خب یک درجه هست تدین سرسوش به نام هیربود. خب از آتش محافظت میکنه. 24 باید بالا سرش باشه که هر روز قبل از غروب میاد بهش چوب اضافه میکنه، اون رو روشن میکنه، اگه نیاز هست و تنها سوخت مجازی هم که میشه با آتش اضافه کرد چوب هست. هیر بود این نزدیکی ها زندگی میکنه. هر آتش آموزش میبینه مقامی هست در بحث روحانیت که پایین ترین اول موبده و چند سال قبل از میلاد مسیح اول موبده و چند تا مثلا اول سر موبده. خب داره الان نظمشون هم میگه. گفتم راهنمای گردشگری به شدت اهمیت میدن به موضوع، سرسری نمیگذرونن و منم که یکم حساسم و گیر میدم به جزئیات تمام با حوصله توضیح دادم برامون. خب بذار ببینم. آره اول سرموبده بعد موبده و به همین ترتیب. تشکر از توضیحاتتون. و خب اینجا که چیز خاصی نیست و داخل اینجا به شدت شلوغه و هر کسی میاد اینجا و خیلی خوبه که محافظت دارن میکنن از آتش، چون میگم هر کسی میتونه بیاد و یکی دیگه هم ثبت نام کرد. چه جالب، این موقع شب الان ساعت 11 شبه، بچه ها ثبت نام میکنن به من اطلاع میدن، میگن که فلانچی فلانچی و اینا ثبت نام شده اینطوری. حالا شما هم که اندرید میشنوید دیگه، گفتم این صدا رو نمیشه حذفش کرد دیگه، با ما باشید، همکوکی باشید و لذت ببرید از همکوک. توی داخل ساختمون و مسیری که ما طی میکنیم یه مسیری که پر از دار و درخته تا برسیم به داخل خود اتاق زرتشتی ها که یه اتاق خیلی سفیدیه، عکس قدی زرتشت هم گذاشتن اونجا و این مجمر آتش پشت شیشه هست. بله اینم جمعیه یکی از دوستان هستیم. یه دوستی بود، دوست عزیزی بود که موبت بودن و ما رو راهنمایی کردن، از اطلاعاتی درباره زرتشت که داشتن به ما گفتن با ما به اشتراک گذاشتن. گوش بدیم. زرتشتی‌ها گفتن که رو به نور باید عبادت کنن. این نور چیه؟ نور و روشنایی، نور آتش میتونه باشه، خورشید میتونه باشه، خب دقت کردید، گفتش اگه داخل هستید همین آتیشی که اینجا هست، بیرون هستید خورشید، شب هست نور ماه. نور ماه هست. آره آره نور. جایی که بیشتری منبع نوری بود. آره. بعد یه سوال دیگه، عبادت شامل چه چیزایی میشه؟ عبادت یعنی چی؟ شامل چه چیزایی میشه؟ نماز میشه. عبادتشون شامل خوندن کتاب اوستاه. بله من فکر کنم ایشون هیربود هستن. البته هیربود علاوه بر اینکه آتیش رو کنترل میکنه و میذاره این آتیش روشن باشه، که من فکر میکنم 1515 سال هست که این آتیش روشنه، نظافت محیط رو هم بر عهده داره. آره گفتم خیلی شلوغ، جمعیت زیادی بود، کشتن ما رو اونجا. بله مجمر یک ظرف بزرگ تقریبا به ابعاد یک متر، یعنی به قطر یک متر هستش و ارتفاعش هم حدودا دو متره که توی اون به ارتفاع فکر میکنم 70 سانت 90 سانت
اینطورا خاکستر و زغال ریخته شده و چند تا کنده بزرگ چوب هم اونجا گذاشته شده که از پایین حرارت میزن و آتیشه که گل انداخته و حالا بوی انبر و یه بوی خوشبوی هم میاد. گفتم یه بوی توی راه رو میومد که ما داشتیم میرفتیم برای گرفتن بلیط. جلوتر داشتن گلاب میدادن، گهگاه گلاب رو سرمون هم میریختم. بوی میاد. حالا من نفهمیدم چه جوریه این حس، ولی خیلی حس و حال خوبی داشت. معمولا با یه لباس سبز یه خانومی وایساده بود و این گلابو میریخ کف دستامون تا ما استفاده کنیم. جالب بود این کارشون. بله، بعد از اینکه ما از داخل گذر کردیم، آتشکده رو دیدیم و اون آتش زیبا رو دیدیم و حس و لذت ازش بردیم، اومدیم بیرون. یه جا زده بود موزه، ما رفتیم داخل موزه درباره آیین گواهگیری یا پیوند زناشویی در دین زرتشت. اونجا تو موزه نوشته بودن، یه عکسی گذاشته بودن، یه سفره گذاشته بودن، این رو گذاشته بودن، یعنی این توضیحات رو گذاشته بودن که چه اتفاقی میفته، چه جوری باید باشه و شرایطش چیه و طلاق چه جوریه و این شرایط رو گذاشته بودن که متفاوت بود. خب دیدنش، یکی از تفاوتاش اینه که هیچ مرد و زن زرتشتی نمیتوانند بیش از یک همسر اختیار کنند. یکی از تفاوت اینه، پیوند زناشویی پیوندیست مقدس میان دو انسان دانا که نمیتوان آن را گسست مگر در شرایط خاص که در متون زرتشتی به آن اشاره شده. خب در مراسم گواهگیری که قبل از عروسی برگزار میگردد، عروس لباس سبز رنگی به نام مکتا یا مقنعه در بردارد. این بد، چون ویدیو من استوب کردم ممکنه بد بتونم بخونم، و داماد کلاه یه کلاهی سر داره میشه، کلاه دامادی و یه دستمال سری برشانه داره و برشانه راستش یک دستمالی آویزون هست و در کنار عروس می نشینند. در این مراسم حداقل 7 نفر برای گواه بودن باید حضور داشته باشند. موبت با خواندن قسمت‌هایی از اوستا مراسم را آغاز می کند و در ادامه از عروس و داماد پرسش میکند که همدیگر را به همروانی، همنشینی و همسری بر میپذیرند و دیگه بقیهش قابل خوندن نیست. بذار پلی کنم. اینجا نوشته یا خیر به همراه. حالا اینجا میگم تو متنش زیاد تو این ویدیو زیاد جالب نیفتاده، کیفیتش کم پایینه. بله، یه موبت بالا وایستاده، عروس سمت راست، البته روبروی ما هست، اینه که میگم روبروی عروس، روبروی ما سمت راست، داماد سمت چپ، یه کلاه سبز رنگ داماد سرش گذاشته، لباس و مقنعه‌ای که عروس در کرده سبز رنگ هست و یک شال سبز رنگ بر شونه سمت راست داماد هستش و خب تو میز عقدشون چیزهای متفاوتی میذارن که الان اینجا من فکر کنم تو پست بعدی توضیح داده شده. خب دیدید سوزن، برگ گل سرخ، یه بار دیگه پلی میکنم گوش بدید. اینم از این کامل توضیح داده شد. سفره که بهشون سفره گواهگیری، سفره گواهگیری لورک این آجیل هست که اون وسطه، قند سبز اون بغل، انار شیرین، دستمال ابریشمی، شمع و لاله و سوزن گفتیم، مجمر آتش، کتاب اوستا. چی مال کتاب اوستا؟ قیچی، حالا کشتی هم میگم چی؟ ما یه بار اومدیم دیدیم. آره. کشتی بندی هست فکر میکنم دور کمرشو میبندن. حالا الان نشد دیگه. ما بعد از اینکه تو موزه رفتیم گشتیم و یه سری عکسای دیگه هم هست، یه دور دیگه زدیم. باز دوباره
خیلی خوشمون اومد از محیطش. محیطش خیلی معنوی بود، خیلی آرام بخش بود، مثل همون محیط پیر انارکی بود. دوباره رفتیم داخل سالن رو گشتیم.